سلام چهارشنبه 5 آبان 1400 ۲۷ اکتبر 2021 میلادی با عذرخواهی از, از اینکه به دلیل سفر برنامه با کیفیت نازلتری به لحاظ صدا و تصویر خدمتتون ارائه بشه اصلی ترین و مورد توجه ترین اتفاق در 48 ساعت گذشته حمله سایبری است که اسرائیل به سیستم کارت هوشمند سوخت کردش و همینطور به تابلوهای نمایشگر در پاره شهرها مثل اسفهان انجام داد و عملا با این کار در بیش از چهار هزار و سیصد جایگاه کشور رو از کار انداخت و مردم بنزین 1500 تومانی رو با کارت های سوخت نتونستند استفاده کنند موضوعی که بعد از گذشته 48 ساعت هم هنوز حل نشده و بعد هم شعارهایی که روی تابلوهای خیابانی نوشته شد مثل اینکه خامنه ای بنزین ماکو و یا شماره دفتر او رو دادن ظاهرا این کار رو یک گروه حکری به نام گنجش که در انجام داده اما صاحب نظرا و متخصصایی که از نزدیک مسائل سایبری رو در دنیا دنبال می کنند احتمال بسیار بالای حتی 90 درصدی میدن که این کار کار یک دولت و اون هم دولت اسرائیل البته جمهوری اسلامی هم برای اینکه نشون بده توانایی داره و کتبسته نیست اعلام کرد که باز یک گروه حکری اسامی چند صد سرباز اسرائیل رو با مشخصات فردیشون و عکس و تفصیلاتشون حک کرده و منتشر کرده موضوعی که مطبوعات اسرائیل زودتر از همه اون رو عنوان کردند اما انصافا باید گفت ضرباتی که در حمله سایبری اسرائیل زده شده و تمام ملت در سراسر ایران از اون متاثر شدند اصلا قابل مقایسه نیست با ضربه ای که احیانا جمهوری اسلامی زده مطبوعات حکومتی سعی کردند که ماجرا را کوچک جلوه بدن بعضی حتی ادعا کردن حمله داخلی بوده مثل پاره از آقایون سپاهی ها و آقای رئیسی البته در بازدید از یک پمپ بنزین عنوان کرد که این اولین نبوده و آخرین هم نخواهد دستگاه های امنیتی به حال آماده باش در آمدند و نگرانیشون بعد از درگیری های که در چندین پمپ بنزین از سطح کشور گزارش شد اصلی ترین نگرانیشون این است که مردم عصبانی شده مجددا دست به اعتراض بزنند و آبان دیگری خلق بشه خود این حک کردن که در ابتدای ماه آبان اتفاق افتاده یک تقارن گویایی هم هست و اون که دو سال پیش در آبان ماه اون گونه اعتراض مردم بر سر گران شدن بنزین رو به خاک و خون کشیدن پاره تحلیل های به نظر من نادرست هم این روزها صورت گرفته که کار خودشون حکومت این کار رو کرده چون بنزین سه هزار تومنی آزاد مردم بزنند و اینطوری پول به دست بیاره که به نظر پایه و اساسی نداره و از اطلاعات بر نخواسته بیشتر بوی تئوری توتعه میده آنچه که بر اساس اخبار و اطلاعات به دست آمده این حمله سایبری از خارج از ایران و به احتمال زیاد کسایی که در دنیا رسد کردند از جانب اسرائیلی هاست و شروع یک مسائلی است که احتمالا قصه سر دراز داره همونطور که قبلا هم صحبت کردیم پلن بی اسرائیلی ها یک بخشش آمادگی های نظامی است که استقرار پایگاه های الکترونیک در آذربایجان در بحرین بخشی از اون امکانه یا اختصاص بودجه یک میلیارد دلاری برای آموزش های نظامی و تمرینات نیروی هوایی اسرائیل و آمادگی های غیرو یک بخشی از این پلن بی تخریب داخلی سابوتاژ و احیانا ترور و مسائل این گونه است که قبلا هم اسرائیلی ها کردند ولی یک بخش اون حملات سایبری است که حجمش بالا رفته و امروزه روزگاری است که اگر تسلط سایبری داشته باشه کشوری با امکاناتی که وجود داره میتونه سیستم بانکار رو از کار بندازه سیستم حمل و نقد رو از کار بندازه سیستم پالایشگاه ها نیروگاه ها کارخانه ها مراکز تحقیقی و غیره رو در واقع نفوذ بکنند و دستکاری کنند یا از کار بندازند پاره مطبوعات با حک کردن خط لوله نفتی در آمریکا مقایسه کردند که اون هم مقایسه درستی نیست چون شرکتی که روزانه دونیم میلیون بشک بنزین از پالشگاه های جنوب امریکا به ساحل شرقی منتقل میکرد رو ای در واقع دزد سایبری حک کردن پسورت ها رو عوض کردن و چند میلیون دلار گرفتن تا آزاد کنند یک کار ضربتی و مختعی بود ولی آنچه که اسرائیلی ها در ایران کردند ابعاد گسترده داره و همه رو متاثر کرده به صورت احتمال میشه داد که در با شدت گرفتن بحران ها و احتمال افزایش درگیری ها حملات سایبری این گونه که گاهی میتونه کاملا فلج کننده باشه افزایش پیدا بکنه به خصوص اینکه آقای اه اه باغری که به معاون وزارت خارجه دولت رئیسی که به بروکسل رفته و با آقای اندریک مورا صحبت کرده گفته البته تا آخر نوامبر ما به سر میز مذاکره میایم و آقای امیر عبداللهیان هم عنوان کرده که برای تا آ آ آ انتهای نوامبر سر میز مذاکره خواهند اومد اما معلوم نیست بالاخره در قصه اتمی میخوان چیکار کار بکنند چه برنامه روی میز بگذارن کماکان امثال آقای امیر عبداللهیان آقای باقری میگن اون مذاکراتی که قبلا صورت گرفته مقبول نیست از جای دیگه ای باید شروع بشه فرمت دیگه داشته باشه موضوعی که اه اه نه امریکایی ها میپذیرند و نه حتی اروپایی ها و در واقع در مسیر مذاکرات برجام و اتمی شدن بمبست هایی به وجود اومده که باز هم احتمال به حرکت در اومدن پلن بی اسرائیلی ها که از پشتیبانی امریکایی ها هم برخوردار هست بیشتر میشه اما سرهنگ سپاه جعفر علیزاده که اون سیلی معروف رو به گوش سرتیپ سپاه آقای خورم زد و یادداشتی از او در اینترنت منتشر شد که علت این کار رو فساد خورم گفته بود که و همسر او که چگونه ملک و املاک در استانبول و آنکارا داره و فساد شخصی او رو مطرح کرده بود امروز بازداشت شد و خبر بازداشت او رو سخنگوی دادگستری استان آذربایجان شرقی هم تایید کرده و ضمنا گفته اون حرفهایی که از او در اینترنت منتشر شده صحت نداره او نگفته باز هم اصرار بر اینکه این یک دعوای شخصی و پیشینه بوده که در واقع فقط دروغ و انحراف افکار عمومی است به هر صورت میشه احتمال داد با حرفهایی که سخنگوی قوه قضاییه آذربایجان زده الان آقای جعفر علیزاده رو بعد از بازداشت زیر فشار و شکنجه قرار دادند برای اینکه احتمالا بیاد و بگه که دعوای شخصی داشته اشتباه کرده و اون نوشته اینترنت رو هم پس بگیره به هر صورت پیشاپیش باید گفت که اگر هر چیزی او در دوره اسارت و زندان ازش پخش بشه سندیت نداره آقای اردوغان در پاسخ سوال یک خبرنگار مجددا تاکید کرده بر پشتیبانی از جمهوری آذربایجان پارو از این هم فراتر گذاشته و گفته الهام علیوف عیس جمهور جمهوری آذربایجان باید روش قاطع خود در قبال ایران رو ادامه بده ضمناً او ایران رو هم مخاطب قرار داده و گفته باید با عقل سلیم رفتار کرد. بر صورت این اه اه به نوعی گردن کلفتی های آقای اردوغان و ترکیه که برادر بزرگتر جمهوری آذربایجان هست در شرایطی داره برای ایران صورت میگیره که به دلیل حاکمیت جمهوری اسلامی ایران یکی از ضعیفترین ادوار خودش رو در سیاست منطقی و دنیا داره طی میکنه جالبه به در این شرایط امثال سردار سلامی مجددا به میدان اومده پهلوان پنبه هایی که آقای خامنه ای جمع وری کرده و گفته اکنون رهبر انقلاب هرچه اراده کنه محقق میشه ما بر زمین و دریا و هوا مسلط هستیم و ضمنا آمریکا عمر آمریکا رو به غروبه به امید پیروزی ایران و ایرانی